خدا به شخص فروتن قوت میبخشد اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت میکند بنابر این خود را با فروتنی به خدا بسپار و در برابر شیطان ایستادگی کن تا از شما دور شود و به خدا نزدیک شوید تا او نیز به شما نزدیک شود و به این میگن عدالت یک رابطه عاشقانه با خدا ای گناهکاران دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی همون عدالت لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار باشید کاملا تمرکزم رو به خدا دادن توی زندگی تا در این مسیر عدالت بتونم زندگی کنم و میدونیم گناه یعنی نزدن به هدف یعنی شکل خدا شدن پس ما وقتی که داریم اینجا درباره گناه صحبت میکنیم خوشیار باشید من هرگز به شما آموزش اینو نمیدم که به شما بگم شما گناهکار هستید شما به دیگران بگید گناهکارین ما اجازه نداریم هرگز ما درباره موضوع گناه صحبت میکنیم اما هرگز کسی رو محکوم به گناه نخواهیم کرد این کار روح القدسه این کلام رو من میخونم من کلام رو میخونم و روح القدس رو داره قلبا رو لمس میکنه تاچ میکنه به اون میگه ای اه اه امروز دیدی ناراحت شدی توبه کن دخترم پسرم ای اه اه امروز دیدی میخواستی به فلانی زنگ بزنی حالش رو بپرسی نکردی توبه کن و برو بهش زنگ بزن تا ما از این بار سرزنش آزاد بشیم چون بار سرزنش در بر دوش انسان باعث میشه که انسان به کندی توی زندگیش حرکت بکنه و اون اقتدار و اتوریتی درست و سالم رو نداشته باشه